مرسی. خب بریم با هم دیگه سراغ ادامه reading passage 2 متنمون The Lost City شهر گم شده An explorer's encounter with the ruined city of Machu Picchu the most famous icon of the Inca civilization ساعتش چی بود نظرت؟ آسون نیمه دشوار دشوار بخواییم در نظر بگیریم نیمه دشوار من در نظر آه. خب داره در مورد میدونید که بچه ها کلن خرابه های ماچو پیچو یکی از جاهای دیدنی دنیاست ماچو پیچو پایتخت پرو اگه اشتباه نکنم و توی این متن ما قراره در مورد این ماچو پیچو یه سری اطلاعات یاد بگیریم Explorer's Encounter مواجهه یک اکسپلورر کشف کننده با شهر خراب شده ماچو پیچو معروف ترین نماد تمدن اینکا نه همچین متنی رو ما اینجا داریم چهار تا هفت و پاراگراف داره که سوالمون با matching headings داره شروع میشه جلسه قبل مفصل در مورد matching headings صحبت کردم باهاتون true false not given ها رو بهتون گفتم 25 و 26 هم سوالات جای خالی هستن خب پریم جان من جلسه گذشته matching headings و true false not given رو توضیح دادم خب حالا شما از وسط کلاس به ما جوین شدی لطفا شاید این جلسه خیلی ساکت بمونی اشکال نداره حتما تا هفته آینده اونا رو ببین که از هفته آینده به مشکل خاصی برمیاد من تقریبا دیدم آشنایی عالیه خب اگه دیدی که عالیه خب پس بچه ها طبق یه توضیح خیلی کوچولو بهتون بدم این که matching heading ها جمله اول رو فقط میخونی خب اگه جواب میتونستی با جمله اول پیدا کنی دابل چک میکنی اگه نتونستی میری سراغ پاراگراف های بعدی ما دفعه قبلی matching heading رو آخر جواب دادیم بیان این بار matching heading رو اول جواب بدیم ببین چه فرقی میکنه جمله اول رو بخونید اگه جواب نداد جمله اول برید سراغ پاراگراف بعدی همینجوری ادامه بدید سعی کنید گزینه ها رو کم بکنید توی این متنی هم که ما داریم میبینیم تقریبا همه پاراگراف ها هم اندازه هستن پس خیلی اولویت به همدیگه نمیدیم از همون پاراگراف A شروع میکنیم اگه بخوایم با matching headings شروع بکنیم یه نکته اینه که به نگاه به پاراگراف ها بندازیم با اونایی که خیلی کوتاه تر از بقیه هستن شروع بکنیم ولی اینجا اونقدر تفاوت چندانی با همدیگه ندارن خودمونو سردرگم نکنیم matching headings ها رو که جواب دادید برید سراغ true false not given و سوالات 25 و 26 20 دقیقه بهتون زمان میدم شروع کنیم خب بچه ها هستین بیاین تا جواب رو با هم دیگه بررسی کنیم چطور بود؟ زهره؟ سخت بود؟ آسون بود؟ اوکی بود برامونم اوکی بود متنش فکر کنم آسون تر از متن از اولی راحت تر از اولی راحت تر به نظر من از اولی راحت تر خب قرار شد با چی شروع کنیم؟ قرار شد با پاراگراف اول یعنی از matching heading ها با هم دیگه استارت رو بزنیم مهشا جواب سوال 14 رو چی زدی؟ جواب سوال 14 من 4 زدم 4 زدی آفری the aim of the trip خب یه توضیح مختصر میدی چرا اینو انتخاب کردی؟ همون در واقع خط اولش یعنی در واقع همون دو خط اولش رو که خوندم میگه که right in South America in 1911 he was ready for what was the greatest achievement of his life the exploration of the remote interland
to the west west of Cusco, the old capital of the Inca Empire in Peru. بعد ادامهش میگه his goal was to locate Peru. دقیقا هدفش این بود. جواب سوال 14 هست میشه گزینه 4. کسی هست اینو اشتباه جواب داده باشه؟ نه؟ اوکی؟ عالی. سوال 15 ملیه 15 رو چی زدی؟ 15 6. آفرین 6. یه توضیح مختصر بده. در توضیح میده که در واقع اونها یه وضعیت روزی داشتن، یه برتری داشتن نسبت به بقیه به خاطر اینکه لاستیکی ترکیب بود بوده که اونها شاید بشن و یه راه جدید بپرستن تنگه کلن در مورد یک مسیر جدید داره صحبت میکنه. کسی اشتباه زده اینو؟ اوکی مرسی. سوال 16 مستور جواب چیه؟ پاراگراف سی. من 16 رو 8 زدم. آفرین. چون گفته بودش که بودش که هیچ فکشنی نمیشته که خواسته پیدا کنه، انگیزه خاصی نداشته و به خصوص هم توی جمله آخرم میگه که he realized that he made the ascent without having the least expectation that he would find anything at the top. اوکی، قبل از ascent یعنی بالا رفتن دیگه. خب قبل از اینکه این کار رو انجام بده کمترین انتظار رو داشت که چیزی رو اون بالا پیدا بکنه. چی؟ جمله سوم پاراگراف سی میشه بخونیش. The morning was dull and damp. His companions showed no interest in اونم میشه. آره. پاراش سال 17 پس 16 رو نوشتم جوابشو. آره سال 17 کی نگفته؟ پیام بگو. آفرین پنجمیه. یک توصیف دراماتیک بعد تو پاراگراف دیگر بکن سوال تو خط آخر then there is the sense of mountain discovery as we come across great sweeps of terraces then Mongolian followed by and finally the grand ceremonial buildings of Machu Picchu. It seemed like an unbearable dream, despite دقیقاً. کلن خیلی دراماتیکه دیگه، خیلی توصیفی این کار رو انجام داده و از صفتهای استفاده داره میکنه توی این پاراگراف که اون دراماتیک بودن رو داره نشون میده. همون خط جمله اول دقیقاً جمله اول میگه بینگهام رایتس اباوت اپروچینگ ویوید استایل ان هیز بوک. خود اون رایت یعنی نوشتن، یعنی دیسکرایب کردن. ویوید استایل هم همون دراماتیک بودن رو داره نشون میده. پس جواب شده بود. کل پاراگراف اینجوری اینو به آدم امکان میکنه، به آدم امکان میکنه کل پاراگراف. دقیقا همینجور. مرسی. سوال 18 رو شیما شما بگو. یعنی پاراگراف ای رو من جواب ندادم. جواب نه. خب صبر کن سعید. جواب تو چیه؟ خب جی رو میام سراغ شما. خب سوال 18 زهره چی زدی 18 رو؟ من 18 رو جواب ندادم. 18 رو خیلی شک داشتم. سوال 18 فقط زهره. آخر بار همین شکلی بود، سه تا آیه میشه سومی، ولی همینجوری زدم چون خالی نذارم. الان سوال چند دومو داری میگی؟ سوال 18 رو دیگه. سوال 18 جوابت گزینه سومه؟ آره همین شکلی زدم. همین شکلی زدی. ملیه تو جواب چیه؟ من یک زدم البته با
شک زدم. درسته. خط سوم در مورد این بود که در واقع اتفاق عجیب تری، یعنی در خط میگم خط سوم و خط آخر یه برخلاف سفرهای دیگه شد چون قسم ریلیزی نسازش رو توی سایتش رو از این حرفا بذار من جواب بدم. جواب درسته، گزینه یک میشه سوال 18. یه کلمه خیلی بامزه داره، من این جزو کلمات مورد علاقه توی انگلیسیه برای من، چون معمولا همون خیلی دوچارشیم. یه کلمه هست میگن hindsight. شنیدی این کلمه رو؟ خب hindsight بچه ها دیدید شما یه کار رو میکنید و بعد از اون یه مدت میگذره، بعد که به عقب نگاه میکنید و میبینید چه اتفاقاتی افتاده، مثلا میگی که کاش این کار رو نکرده بود. چرا؟ چون اون موقع که نمیدونستی چه اتفاقاتی قرار بیفته که، ولی الان چیکار میکنی؟ به اصطلاح وقتی به عقب نگاه میکنی میبینی که مثلا توی فارسی میتونیم بگیم الان که میبینم، مثلا الان که گذشته رو نگاه میکنم با تجربه اتفاقاتی که افتاده، همچین معنی میده. خب معمولا هم این کلمه hindsight رو با حرف اضافه این استفاده میکنن. مثلا یه مثالی که من اینجا دارم، صداتون قطع شده لحظه، میگم که معمولا این کلمه hindsight رو هم با حرف اضافه hindsight رو هم با حرف اضافه این استفاده میکنن. این hindsight یعنی وقتی به گذشته نگاه میکنی، یه همچین حالتی داره. مثلا میگه که in hindsight I should have not taken that job. Not should have not چون که داره ضبط میکنه سرعت اومده پایین. Not taken that job. یعنی الان احتمالاً پشیمونه از اینکه اون شغل رو انتخاب کرده و الان فهمیده. موقعی که بخواد شغل رو انتخاب کنه نمیدونسته. خب یه همچین معنایی داره کلمه hindsight. حالا میاد میگه چی؟ میگه we should remember however that lossity of the Incas is a work of hindsight not written until 1948 many years after his journey. خب میگه این یه اثریه lossity of the Incas که یک work بچه اینجا اثر، یعنی کتاب مثلا نقاشی چه بنای اثره وقتی به عنوان اسم استفاده بشه، که وقتی طرف کاراشو کرده بعد که تموم شده نشسته حالا بهش فکر کرده و اون اثر رو نوشته، یه همچین معنی میده. بعد میگه many years after his journey his journal entries of the time his journal entries of the time اون نوشته هاش reveal a much more gradual appreciation of his achievement. He spent the afternoon at the ruins noting down the dimensions of some of the buildings then descended and rejoined his companions to whom he seems to have said little about his discovery. At this stage Bingham didn't realize the extent or the importance of the site nor did he realize what use he could make of the discovery. میگه که چه اتفاق افتاد؟ میگه که وسطای کار میگه که اومد پایین و به همراهانش پیوست و چیزای کمی در مورد کشفش گفته، یه چیزایی گفته. خب ولی بعد که به اصطلاح اون موقع نمیدونست که دقیقاً چیا بگه، خیلی جزئیات نگفته، ولی بعدش سالها بعد از سفرش نشسته اینو کاملش کرده. خب پس اینجا نزدیکترین جواب به نظر من گزینه یکه، different accounts of the same journey، شرح‌های متفاوت از یک داستان. اوکی بهش میگه اکاونت. پس 18 میشه گزینه یک. 19 پاراگراف اف رو ملیه جواب دادی؟ در واقع به خاطر خط اول که میتونید این اکوارد تو دیم that he could make a name for himself from the discovery. من انتخابم گزینه F بود. آفرین، درسته. خب publishes Bingham publishes his theory. دقیقا
یه اشاره ایم، یه کمکی به ما میکنه. میگه however soon after returning، بعد از بازگشت، it occurred to him. It occurred to him بچه ها یه مثلا به این فکر افتاد که همچین معنی میده. خب یه موقعیتی پیش اومد که یه همچین کاری بکنه. It occurred to him that he could make a name for himself from this discovery. بعد میاد میگه when he came to write the National Geographic Magazine article، در مورد پابلش کردنش در ادامه داره چیکار میکنه؟ صحبت میکنه. پس جواب سوال 19 میشه 7. و سوال 20 رو مرشاد بگو. نه شما نگو، از مستور نپرسیدم. مرشاد سوال مستور سوال 20 رو بگو. من اینم مراد مطمئن نبودم، اصلا 3 رو زدم. 3 رو زدی، درست زدی. خب چون من از این دیدم که مثلا کلی که راجعه میدیم مثلا چرا کسی قبولانش مثلا یا حواشی رو به تئوری یا رو حرف میزد، من کلی که کنم این قدیم ها اینجوری بود و اونیا، بعد من از شما میدرستم که مثلا میدونه کانال میدیم. اوکی، دقیقا جواب درسته. اگه دقت بکنید اول کار داره میگه که یه سوالی هست که بازدید کننده ها رو گیج کرده. بازدید کننده ها، تاریخ نگاران و باستان شناس ها رو به اصطلاح گیج کرده. اونم اینه که چرا این سایت ماچو پیچو به نظر میرسه که قبل از حمله اسپانیایی ها به اصطلاح رها شده. بعد اینکه there are no references to it، هیچ رفرنسی هم بهش وجود نداره توسط تاریخ نگارهای اسپانیایی، کرونیکلرز. کرونیکلر بچه ها کسایی هستن که اتفاقات رو بر حسب زمان وقوع میان ثبت میکنن. خب کرونیکلرز تو خط پنجم گفته که an idea which has gained wide acceptance over the past few years. دقیقا یه پذیرش گسترده ای کسب کرده تا این سالها. منظور همون یه تئوری دیگه، یه اعتقاد رایجی، یه common beliefه ببخشید، یا یه تئوری. اینجا جواب میشه گزینه 3. فکر میکنم که حالا یکی دوتا شاید جواب نداده باشین، ولی اونایی که جواب دادین رو درست جواب دادین همتون. از چند تا بود؟ 6 تا بود؟ 7 تا بود. 7 تا، ما دوتا شو جواب ندادیم ولی بقیهش که جواب دادیم درست جواب دادیم. عالیه. اوکی. True, false, not given. حالا وقتی میام سراغ true, false, not given، یه چیز رو توی ذهنمون داشته باشیم که ما متن رو یه بار خوندیم. حالا که میخوام برم سراغ true false not given، سوالات قبلی هم پراکنده بودن. نقطه شروع هم کجاست؟ اول متنه. خب سوال 20 رو هم بنویسم جواب بشه 3. خب سوال 21 رو من بگم. میگه Bingham went to South America in search of an Inca city. میگه بینگهم رفت آمریکای جنوبی در جستجوی شهر اینکا، یک شهر اینکایی. بچه ها دقت کنید، میگه ان اینکا سیتی، یعنی رفت که یه شهری به نام اینکا پیدا بکنه، اینجوری بگم. خب منظورش اینه. خب مهرشاد جواب سوال 21 رو چی زدی؟ من صحیح زدم، درسته. و توی همون در واقع پاراگراف اول میگه که he arrived in South America بعد در تاریخ فلان، بعد خط سوم میگه the old capital of the Inca. درست، دقیقا، ساده است. همه موافقین؟ پیام بگو. سوال 22 رو بگم. آره 22 رو بگو. 22 میگه بینگام چوز باتیل رو down the Urubama Valley because it was the most common route used by Bingham. یه مسیر رو انتخاب کرد که معمول بود بین ترابلرها، مسافرها. فالسه. و همون پاراگراف اول جمله دو جمله به آخر نوشته که from the what you down the valley of the Angola and Bingham plan was to descend from the plateau along the valley of the Urubamba River, which takes the circuitous route down to the Amazon and passes through an area of dramatic
هنیوز ان من بیلینگز. این به خاطر زیبایی که اونجا داشته براش به جذابیت داشته از اون رو پایین اومده، به خاطر نبود یه مسیر حاکی باشه. دقیقا اصلا توضیح کاملا درسته. عنوانی هم که ما پاراگراف انتخاب کردیم چی بود؟ A new route، مسیر جدید. پس این خیلی سری ما رو به جواب فالس میرسونه. 22 فالس. ملیه 23 رو جواب دادی؟ 23 رو من فالس زدم. آفرین. اجازه بده من توضیحش رو بدم. یعنی یه چیز فهم در مورد سوال 22 این مسکامنش رو من به خاطر پاراگراف B زدم که نوشته track had recently been blasted down. یعنی به خاطر دلیلی که پیام گفت من فالس نزدم. پیام شما در مورد پاراگراف B داشتی صحبت میکردی دیگه؟ پیام پاراگراف B رو گفت، اما علتش این بود که گفت من به خاطر زیبایی های اون انتخاب کردم. این رو گفت پیام. جاشو اشتباه گفت اما خوندنش وقتی خونده شاد جان دقیقا جمله بی رو یه جورایی ترکیبی قضیه رو در آورده بود، چون یه اشاره هم اینجا کرده بود، ولی به آره حرف تو هم درسته. آره مش حرف شما. آره آره حرف شما هم درسته که یه بلست شده دیگه اون قضیه. اوکی مرسی. 23 رو گفتی فالس زدی، جواب درسته. من جواب اول بنویسم و توضیح بدم سوال 23 رو. میگه Bingham understood the significance of Machu Picchu as soon as he saw it. به محض این که دیدش اهمیتش رو فهمید. من وقتی رسیدم به این سوال سری زدم فالس به خاطر همون matching headingه، چون میگفت که اول کار اطلاعات کمی به دوست داشت داد. کجاست ملیه اینجا جواب پس بده؟ من داشتم گفت که اشتیاق نداره و اینا. یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن. ملیه جواب پس کجا پیدا کردی؟ من تو پاراگراف سی این بود که همراهاش اشتیاقی نداشتن و خودش هم در واقع سفرشون هم به کندی داشت میرفت و در واقع he related that the made of، یعنی دو خط آخر پاراگراف سی هم من فکر میکنم بچه ها جواب بهتر حالا در نهایت به جواب درست رسید. پاراگراف ای هم در واقع داشت میگفت که بعدها به این نتیجه رسید. دقیقا. و آخر پاراگراف ای رو که نگاه بکنی جمله آخر میگه Bingham didn't realize the extent or the importance of the site. اهمیتش رو اصلا درک نمی کرد اون موقع. Nor did he realize what use he could make of the discovery. و اصلا هم نمیدونست به چه دردی میخوره این کشفی که کرده. جواب اینجاست دقیق تر. حالا شاید از اونام یه چیزایی بتونید بفهمید، ولی فکر میکنم دقیق ترین پاسخ رو جمله آخر پاراگراف ای به ما میده. مرسی ملیه. 24 ظهر چی زدی؟ بذار اول بخونم. میگه Bingham returned to Machu Picchu in order to find evidence to support his theory. Bingham برگشت به Machu Picchu که برای تئوریش اویدنس مدارک جمع آوری بکنه. جایی همچین حرفی میزنه؟ اوکی همه موافقین که جواب نات گیونه؟ اوکی 24 نات گیون. سوال 25. The track that took Bingham down the Urubamba Valley had been created for the transportation of. بگین هم جواب رابر. جواب کجاست؟ سعیده میگی جواب کجاست؟ جواب اونجا که میگفتش که جاده منفجر شد آن تو پاراگراف بیه. دقیقا اون قاطر ها میخواستن لاستیک ها. دقیقا down the valley canyon to enable rubber to be brought up by mules from the jungle. میول میشه قاطر؟ من نمیدونستم. مرسی میدونستم یه حیوان یه چیزی باید باشه، نمیدونستم میشه قاطر. مرسی. سوال 26. Bingham found out about the ruins of Machu Picchu from a farmer آفرین in the Urubamba Valley.
ملیحه میگی فارمر کجاست جواب؟ پاراگراف خط سوم، خط چهارم. دقیقا آفرین، لوکال فارمر جواب که جواب میشه اینجا چی؟ فارمر. چند تا جواب صحیح داشتید بچه از این 13 تای دومی؟ من همشو درستم. عالیه، آفرین. من دوتا جواب نداده داشتید. دوتا نداده درست داشتم، سه تا اشتباه. سه تا اشتباه. مهرشاد شما؟ من دوتای جاخالی رو یکیشو تیز کردم، یکیشو بیا نکردم. یعنی 12. پیام شما گفتی چند تا؟ یه دونه؟ یه دونه. بله. اوکی. یه دونه آخریه. یه دونه آخریه. یه دونه آخریه. یه دونه آخریه. رابعه. شیما شما چی؟ فقط 8 درست زدم. 8 درست زدی. اونه که اشتباه زدی رو سوالی نداری؟ خوب توضیح دادم. اوکی. مستور جان شما؟ عالی. نسبت به متن قبل خیلی آسون تر بود فکر میکنم. و مچینگ هدینگش هم نسبت به مچینگ هدینگ قبلی آسون تر بود. درسته؟ خب. و این نشون میده که شانس در زندگی بچه ها بزرگترین عامل موفقیته. یعنی شما باید شانس بیاری که اون طراح سوالی که به شما میخوره مثلا مچینگ هدینگ مثلا این مدلی بخوره مثل هفته پیش نباشه. یه چیزی هم بگم، من شاید من هی دارم به اون سوال قبلیه متن قبل دارم فکر میکنم که گفتم خودم هم جوابشو هستی من شاید که گفتم که تو میگفتی فاینانشل سیستمز به خاطر اون زدم که نمیتونم بیمه بگیرن و بعد من گفتم اونجا میگه مارکت، بعد یکی از مشکلات مارکت اینه و جواب اینه. فکر میکنم جفتمون درست داریم به قضیه نگاه میکنیم، یعنی منطقا بخوای به قضیه نگاه بکنی حرف من درسته، حرف تو هم درسته، ولی من فکر میکنم که اینجا باید ببینیم کدومش محتمل تره، کدومش نزدیکتر میتونه به قضیه باشه دیگه. حالا شاید هم من الان دارم این هایندسایت دارم جواب میدم، خب الان که جواب چک کردم دارم چیز میکنم، خب ولی الان که دارم به این فکر میکنم مثلا بیایم بگیم مشکلات، یکی از مشکلات بازار چیزه، بحث که باید به واسطه ها بفروشن، از اون برم بیایم بگیم یکی از مشکلات فاینانشال سیستمز اینه که نتونن چیز بکنن، احساس میکنم اولیه نزدیکتر میتونه بشه به قضیه.